کی اومده مامان؟ مادر جون شمایید؟ پسرم کجاست؟ اجازه بدین صحبت میکنیم. عزیزم لطفا برو چایی بیا. حالا چایی واسه یه بعد خاله جون. اول سوالی که مامانم پرسید و جواب بدین. یه لحظه مامان. بگذاریم. حرفاشو به دل نگیر. بگین چی براتون بیارم. من با دیدن این اخلاق خوبت فکر کردم. دخترتم به خودت رفته. اما این دست شیطونو از پشت بسته. شاید فراموش کردین که اینجا خونه منه مادر جون و بیادبی کردن به مهمونا شایسته ما نیست. یه جوری حرف میزنه انگار از خانواده ثروتمندیه. آخه بدبخت شماها که فقیریم. یادت باشه این لطف مامانم بود که تو رو به عنوان عروسش توی خونه خودش راه داد. بعدش هم پسرشو ازش گرفتی؟ همون بهتر که میذاشتیم شاهنواز با آزرا عشق و حال میکرد. همه اینا رو مدیون خوبی مامانم هستی. وگرنه بین شاهنواز و آزرا خبرایی بود. لطفاً حرف دهنتون رو بفهمید. نه آزرا اونجوریه نه شاهنواز. آره فقط ما بدیم. اونو خدا بهتر میدونه. هی خانوم، من میخواستم با این کارم زندگی دختر یتیمی مثل تو رو سر و سامون بدم. چه میدونستم با این کارم پسرم رو از دست میدم. خوب از این موقعیت واسه خودت سوء استفاده کردی. دستت درد نکنه. تو چه فکری کردی؟ بکردی کی هستی؟ که پسرم رو ازم میگیری و راحت زندگی میکنی؟ یادت باشه با وجود این ظلم دیگه تحمل نمیکنم. یه جوری بین همه مردم بی آبروت میکنم که نتونی سرتو بلند کنی. فقط یه درصد اما امید داشتم که مامانم از کارهایی که کرده شرمنده میشه، اما اونم از بین رفت. این دخترات به هیچ وجه اجازه نمیدن که پسرات خوشحال زندگی کنن. چه فکرایی میکنین و چه حرفایی میزنین. با اون نیش زبونتون ما رو هم از دونش بیرون میکشین. پسرم، من که چیز خاصی نگفتم ها؟ اونی که حالا هرچی، اصلا ولش کن. بیا بریم خونه، همه چی رو برات تعریف میکنم. به زودی عروسی خواهرته. بیا بریم تموم ناراحتی ها رو تموم میکنیم. ما اینجا واسه راضی کردنت اومده بودیم. آره، برای شما که پسراتون فقط و فقط کارت بانکی تونه، نه چیز دیگه. مامان نگران نباشین، من واسه ادای مسئولیتام حتما به این عروسی میام. بریم مسکان.